و اون نیست الا جنگ قادسیه، جنگی که منجر به مسلمان شدن من و شما شده. و اگر نه آبا و اجداد من و شما آتش پرست بودن، و اگر این کار بزرگ و این تصمیم بزرگ توسط سیدنا عمر رضی الله عنه، اگر توسط سیدنا عمر رضی الله عنه این تصمیم بزرگ گرفته نمی شد و مسلمان ها حرکت نمی کردن به طرف امپراتور ایران، چه بسا که ما الان هنوزم که هنوز هست آتش پرست بودیم و بر جای خود مونده بودیم. بنابراین به قول استاد گرانقدر مولوی خیرشاهی میگه برای هر ایرانی، برای هر ایرانی لازم و واجب است که اگر توان داشته باشد سم اصل عمر رو بوسه بزنه. باید ممنون باشه، باید تشکر بکنه از این حرکت بزرگ. حالا تازه من چند روز پیش دیدم یک کتابی نوشته بودن از همین چاپخانه حکومت، ما دردمون رو کجا ببریم، خدا میفهمه ما چه کار بکنیم. واقعا کتابی رو اومدن چاپ کردن، به بچه های مسلمان ها دارن میگن که آقا این مسلمان هایی که اومدن ایران رو فتح کردن، یک غالی بود در قصر امپراتور ایران انداخته شده بود، اون غالی رو اومدن تکه تکه کردن و به نمیدونم جنگجوهای خودشون دادن و رفتن. این غالی خیلی چیز ارزشمندی بود، نمیدونم چرا تون این کار رو انجام دادن. که بچه ها از همون کودکی احساس نفرت. شما دیدید شبکه دوی چیه که نمیدونم اخبار 23 رو پخش میکنه، دیشب بود نمیدونم کی بود، آقا رو فرستادن که مثلا در ایام حج، جلو ایام حج بره چکار کنه، بره خبر کسب بکنه و خبرنگاری بکنه از مکه و مدینه، از اون جایی که نکته نکته آن، قدم به قدم آن، سنگ سنگ آن، شاهد دلاور مردی های این بزرگان و این ستارگان هستن. آقا رفته اونجا چکار میکنه؟ از میدان احد گزارش تهیه کرده، میگه ببینید اینجا این چیزو میبینید، این گردنه رو، اینجا همون جایی بود که تعدادی از مسلمان ها به اسلام خیانت کردن. اشتباهی بود که رخ داد و خدا در قرآن اعلام کرد که من اونها رو بخشیدم. تو این مجوز رو از پیش پدرت آوردی که اونهایی که خدای متعال از بالای هفت آسمان اومده معافیت اونها را و توبه اونها رو پذیرفته، این وقت اومده اون وقتی که از من و شما در قرن 21 که نمیتونیم جلو زن خودمون، جلو دختر خودمون ایران رو ببینیم، این همه با این ادعاش حالا تازه متوجه شده که تو یکی از معارک چند تا از یاران پیغمبر اشتباه کردن، اینو داره لقمه کرده، اینو میذاره تو دهن من و شما و بچه ها و همه که آی مردم بفهمید اینها چی بودن، اینها چی بودن، اینها کسانی بودند که در تورات تعریفشون شد، در انجیل تعریفشون شد،